از نظر حضرت علی چرا پیامبر اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند؟ پیام هجرت آیا محدود به همان دوره تاریخی بود یا برای نسل‌های بعدی و در شرایط مشابه هم راهگشاست؟ با سلام به همه شما بینندگان گرامی، همراه هستیم با آقای عباس داوری از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران تا به این موضوع بپردازیم. با تشکر از حضورتون در این با سلام به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و مردم عزیزمون و با امید به این که انشالله طاعت و اطاعت شما مورد قبول خدا قرار گرفته باشه در خدمت شما هستیم. بله، همونطور که میدونیم مبدأ تاریخ اسلام در زمان خلیفه دوم هجرت نامگذاری شده. در واقع میخواییم بدونیم که نظر حضرت علی در مورد هجرت چی هست و ضرورت و اهمیت هجرت در تاریخ اسلام رو برامون توضیح بدیم. بله، اول یک تعریفی از هجرت میکنیم، بعد هجرت را توی قرآن میبینیم که به چه معنیه و چه جوریه، بعد میاییم به نقطه نظرات حضرت علی علیه السلام. هجرت از کلمه هجره، یعنی کنده شدن از چیزی و رفتن به سمت چیز دیگره. جدا شدن ساده نیست، باید کنده بشه از یه چیزی که به اصطلاح وجود داره. به این دلیل تو قرآن سوره مزمل که یکی از سوره های اولیه قرآنه، در آیه 10 میگه، به پیامبر میگه وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا. با آنچه که میگویند، یعنی همه حرف ها و موضوعاتی که علیه تو میگویند و در بحثا دارن جدل میکنن و اینا، برای اینها پایداری بکن، بذار هر شایعاتی میکنن بذارم و از اونها کنده بشو، اما یک کنده شدن خیلی خوبی، یعنی از اونهایی که میخوای کنده بشی به صلاح بده. بعد آیات دیگری هم در قرآن وجود داره در رابطه با هجرت که از اینها ما این استنتاج را میتونیم بکنیم که هجرت فقط به معنی انتقال جغرافیایی از نقطه به نقطه دیگه نیست، بلکه همراه هست با پیدا کردن راه حل جدید، همراه هست با تفکر جدید، همراه هست با به کار بردن شیوه های جدید و بن‌بست شکنی. و مهم اینه که در هر حال انتقال از یک نقطه نظری به نقطه نظر بالاتر، به این میگن هجرت. به این دلیل توی فرهنگ قرآن میبینیم که در هر جایی که هجرت اومده یا تشویق به هجرت کرده همین معنی را میده. به عنوان مثال آیه 89 سوره نساء میگه فلا تتخذوا منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله. از اونهایی که به اصطلاح در مکه موندن شما از اونها دوست برای خودتون انتخاب نکنید تا اینکه در راه خدا هجرت بکنن، نه اینکه برای به اصطلاح کسب و روزی و فلان و این قبیل چیزا، بلکه برای راه خدا هجرت بکنن، یعنی به همون معنی که توضیح دادم. و یا در آیه 73، یعنی قسمتی از آیه 73 سوره انفالم، بازم در مورد کسانی که در مکه مونده بودن، مسلمان بودن ولی در مکه مونده بودن، میگه والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا. اونایی که در موندن اونجا و هجرت نکردن، شما تعهدی نسبت به اونها ندارید مگر اینکه چیکار بکنن؟ هجرت بکنن. بنابراین میبینیم که عرض کنم خدمت شما، حتی در نظر قرآن صرف ایمان آوردن کافی نیست، بلکه باعث یه تحولی صورت بگیره، تحولی در درون آدم صورت بگیره و انتقال اگر ضروری هم باشه انتقالی از نقطه به نقطه دیگری هم صورت بگیره. به این دلیلی که شما در مورد اونا تعهدی ندارید، یعنی در عمل باید اون مسلمانایی که توی مکه بودن به دلیل اینکه این هجرت واقع شده بود این اونها هم عمل میکردن، قیام میکردن به این عمل. بله، یعنی انگاری که مثلا دو تا کیفیته، خب درست مسلمان بوده مثلا اونجا چیز کرده ولی تا هجرت نکرده، میگه شما تعهدی ندارید یا از اونها دوست نگیرید تا به این تحول، به این چیزی که به وجود اومده به اصطلاح هجرت رو اگر بگیم به اصطلاح به معنی دقیق امروزی کلمه بگیم یه انقلابی صورت گرفت، تا این به این انقلاب به اصطلاح بپیوندن.
این آیات در جای دیگه هم هست، در سوره نساء آیه 100 هم مجددن اومده، یا میبینیم که در آیه 26 سوره عنکبوت در مورد به اصطلاح حضرت لوط که پیامبر بود در مورد او میگه، از قول حضرت لوط هم میگه فآمن له لوط، لوط به او ایمان آورد، یعنی به خدا ایمان آورد. و قال انی مهاجرون الی ربی، و گفت که من هجرت کننده هستم به سوی پروردگارم. یعنی چی؟ یعنی از یک موازی که داشتم قبل از ایمانم، از آن دارم منتقل میشم به یک به اصطلاح دنیای نوینی که به اون هجرت میگم، به سمت خدا. در واقع یعنی یه تغییر دیدگاه و ده. یک حضرت علی هم با اشاره به همین آیاتی هم که گفتین، یک پویایی در این امر هجرت درش نهفته است، هم یک عمل اجتماعی و یک عمل حتی مکانی، تفاوت جغرافیایی هست، ولی جدا از اون هجرت از یک سری دیدگاه ها و ارزش های گذشته و پیوستن به یک سری ارزش های جدید و نو هست. بله دقیقه، یعنی میبینیم که در فرهنگ اسلامی اصلا همینه، باعث هجرت کردن از نقطه به نقطه دیگه همراه با تحول فکری هم باشه، یعنی در افکار مردم، یعنی کسی که میخواد هجرت بکنه باید یه تحول ایجاد بشه که مثلا من از این هجرتی که دارم میخوام چی کار بکنم، یعنی تا اینو بفهمیم. بعد بنابراین حضرت علی هم با توجه به همین چیزی که از قرآن برداشتی که داشته در مورد هجرت به اصطلاح حرفای خیلی گویاتری زده، و حتما بیدلیل نیست که خودش میبینیم که توی مدینه نموند و هجرت کرد به کوفه، زیرا در مدینه در واقع اونقدر افراد به خصوص مهاجرین به اصطلاح امتیازات زیادی گرفته بودن و ثروت‌های بسیاری اندوخته بودن و اشرافیت را مجدداً زنده کرده بودن، با توجه به بحث‌های قبلی که گفتیم که به اصطلاح در واقع اومدن حضرت علی نیازمند یک انقلاب اجتماعی بود، یا انقلاب اجتماعی حضرت علی را رو کار آورد، بعد اونجا پاسخی نمیدید که بتونه انقلابش رو پیش ببره، یعنی انقلاب اجتماعی که تو نظرش بود و در همون برنامهش اعلام کردی قبلا صحبت کردیم، در مدینه امکانش نبود. به این دلیل میبینیم که البته این یه برداشتیه، ولی فکر کنم برداشت غلطی نباشه، زیرا آدم میبینه که خب به چه دلیل از اونجا کنده شد اومد، در حالی که بیشترین یاران رسول خدا توی مدینه بودن اولیناش، ولی میدید که اونجا پاسخی نداره. خب میبینیم که در قسمتی همین خطبه 231 نهج البلاغه که با ترجمه فیض الاسلام، در اونجا قسمتی را به هجرت اختصاص داده و میگه که ول هجرت و قائمتون علا حد هل اول، هجرت کردن یعنی همون تحولاتی ایجاد کردن، چه در دیدگاه و چه در عرض کنم نقطه جغرافیایی، به همون شدت اولی که در زمان حضرت محمد بود وجود داره، یعنی این انگار یک کار دائمیه. ما کان لله فی اهل الارض حاجتن من مستسر امت و مولنا، در به اصطلاح خدا هیچ نیازی نداره که مثلا آدم هجرت خودش رو علنی بکنه یا مخفی بکنه. بعد میگه خدا نیاز نداره. کی نیاز داره؟ انسان نیاز داره که برای پیدا کردن روش‌ها و راه‌حل‌ها بایستی به این تحولات فکری و جغرافیایی دست بزنه. بعد میگه لا یقع اسم الهجره الا احد الا بمعرفت الوجه، به کسی نمیتونیم بگیم که آن هجرت کرده، مگر اینکه کسی که هجرت کرده حجتش رو به اصطلاح بشناسه. حجتش اینجا هم دلایلی که برای این کار وجود داره و هم رهبرش رو. اینجا به طور مشخص چون با الف لام آورده، به طور مشخص بایسته رهبرش رو. میگه نمیشه به کسی گفت
به اصطلاح هجرت کرده مگر اینکه رهبرش رو بشناسه. چرا؟ برای اینکه وقتی آدم رهبرش رو میشناسه، وقتی دنبال یک رهروی هست، میفهمه که این کاری که انجام داده درسته یا غلطه، یعنی تحت رهبری اون این کارا رو کرده. فمن عرفها و اقربها، هر کسی این را شناخت، یعنی حجت را شناخت، رهبریش را شناخت و به اون اقرار کرد، فهو و مهاجر، پس در اون صورت به اون میگی مهاجر. ولا یقع اسم الاستضعاف الا من بلغت الحجه، و به کسی که به اصطلاح به موضوع حجت رسیده، به اصطلاح فکرش به حدی بالغ شده که به ضرورت این حجت رسیده، دیگه نمیتونیم بگیم آدم مستضعفیه. آدم مستضعف کسی است که نمیتونه راه حل پیدا بکنه، این دیگه خودش به اصطلاح در سطح ایکس که میتونه راه حل پیدا کنه. فسمعت ها اذنه و وعاه و قلبه، گوشاش اینو شنیده، حرفای همین چیزو، و قلبش هم به اون ایمان آورده. بنابراین میبینیم که حضرت علی علیه السلام چقدر نسبت به این موضوع هجرت به اصطلاح اهمیت میده و چقدر این رو به اصطلاح باز میکنه حتی برای آیندگان هم. در واقع این از در چند جمله ولی مفاهیم خیلی عمیقی توش بود، از جمله پویایی کلمه هجرت، چون در ظاهر انگار که خب یک هجرتی در زمان پیامبر از مکه به مدینه انجام شده و دیگه این استمرار نخواهد داشت، در صورتی که شما گفتین از قول حضرت علی که این هجرت از کنده شدن از یک سری ارزش‌های و تراز کردن با یک سری ارزش‌های دیگه، بله. که اون هم شاخص‌های خودشو داره، همین که گفتین حجت زمان رو تشخیص دادن، بله. پشت سر اون حرکت کردن. چون حالا اگه بشه اینو بیشتر باز بکنین، چرا اینقدر رهبری و راهبری و هدایت تو این مسیر مهم هست؟ چون در واقع اون زمان خب بالاخره خود حضرت علی هم بودن، ولی از اونجایی که ما میخواییم از نهج البلاغه به عنوان راهنمای عملمون در حال حاضر هم استفاده کنیم، این راهبری چطور پویایی خودش رو در زمان حال نشون میده؟ ببینید، برای اینکه مثال بزنم، مثال همین معاصر رو بزنم، فرض کنید که در زمان ماو اونا هم در یه نقطه‌ای که به اصطلاح دیگه داشتن شکست میخوردن و نایستادن، بعد هر کسی یه حرفی میدن. ما او تئوری راهپیمایی را راه انداخت، یعنی و به اصطلاح با این تئوری با مخالفینش بسیار بسیار جنگید. خب کسی که اونجا وایستاده به اصطلاح یک فردیه، میخواد ببینه کدوم یک از اینا درسته. تئوری هایی که مثلا همراهان یا دوستان سایر دوستان ما او داشتن که به اصطلاح بر مقیم بودن تاکید کردن، یا این وقتی به این میفهمه، به این میرسه، یعنی فقط در جاهای اسلامی نیست، در همه چیزها، مثلا در کشورهای مختلف در زمان به اصطلاح مبارزه های آزادی بخش در کشورهای حتی اروپایی علیه فاشیسم، میبینیم که اونجا هم به رهبرشون نگاه میکنن. حتما خاطرتون هست تعریفی که شادروان خانم میتران از دوگل کرده، در حالی که اینا در دو حزب مخالف هستن، میگفت که همه حرفاشون رو گوش میکردم عمل میکردم. چرا؟ یک شاخصی برای خودشون داره. خب به این دلیله که حضرت علی میاد روی این تأکید میکنه، وقتی که آدم آگاهانه یک رهبری را انتخاب کرده و اونو پیرو اون هست، وقتی میفهمه که همه این کارهایی که میکنه در همون راستاست و تجربه‌ای که انجام داده نشون میده که این کارهای بسیار درستی کرده و هدایت درستی کرده، به این دلیل حضرت علی اینو اینجا تأکید میکنه. حالا من داشتم فکر میکردم این چیزی که شما دارین از مثلا دوران معاصر تعریف میکنیم و انقلاب‌های دیگه، خب 1400 سال پیش حضرت علی این رو به بهترین شکل و تیزترین وجهی اینو گفتن، چقدر ارزش‌های عمیق و در واقع ریشه داری اسلام انقلابی داره، خلاف اون چیزی که آخوندها میخوان به ارتجاع در واقع غالبمون بکنن. میبینید مثلا آدم حتی اونقدر اینو پایین آوردن کلمه هجرت را، حتی کسانی که از ایران میرن میان خارج، بعد نمیدونم تجارت میکنن، اسمش میگن کجا رفته، میگن هجرت رفته. آقا چه هجرتی؟ اومده برای دنبال به اصطلاح
کاسبی خودش. هجرت به همون معنی که گفتم در واقع انطباق فعال با شرایط این بله. یک نوع، اونم دوباره با تکامل و متن تکامل منطبقه، نه خارج از اون و به دنبال ارزش‌های دنیوی بودن یا مثلا زندگی فردی و شخصی رو دنبال کردن. یعنی در آوردن یا بن‌مست شکنی، پیدا کردن یک راه حل، یک شیوه برای اینکه به اصطلاح جامعه را از بن‌مست در آورد، برای همینه و نه چیزی دیگر. پس شاید به همین دلیل هست که مسلمان ها این هجرت رو مبدأ تاریخ اسلام معرفی کردن، برای اینکه در واقع یک سمبولی هست از پیشبرد مبارزه و یک شاخصی میده برای اینکه این مبارزه تا سرمنزل مقصود ادامه خواهد داشت. بله، درسته همین نکته‌ای که گفتید، و دلیلش هم میتونیم مثلا اون موقعی که مردم هجرت کرده بودن و قرآن را خونده بودن و میدیدن. ببینید در زمان خلیفه دوم به اصطلاح خلیفه نظرش این بود که اسلام برای خودش یه تاریخی باید داشته باشه، و نظرش هم کاملا درست بود که خب یک مکتبیه، نمیتونه که به اصطلاح بدون تاریخ باشه. و با مشاورانش که صحبت میکرد و از اونا مشورت خواست، خیلی ها به اصطلاح موضوع روز تولد حضرت محمد را گفتن یا روز بعثت را گفتن، ولی حضرت علی پیشنهاد کرد که مبدأ هجرت باشه، و خلیفه دوم هم حرف حضرت علی را قبول کرد و از اون موقع این هجرت وارد تاریخ شد. یعنی مبدأ تاریخ اسلام شد هجرت، قبل از هجرت، بعد از هجرت. بنابراین این از قضا بیانگر اهمیت موضوع هجرت. در همین رابطه هم حضرت علی در مورد رسول خدا خیلی جمله قشنگی داره که هجرت را معنی میکنه. میگه مولده در مثلا خطبه 160، مولده به مکه، تولدش در مکه بود، و هجرت او به تیعه، و هجرت کرد به مدینه، علا به ها ذکرها، با این هجرت بلند آوازه شد، علا به ها ذکرها، با این هجرت بلند آوازه شد، و امتد منها صوته، و از همون هجرت به اصطلاح صدای اون امتداد پیدا کرد، یعنی انگار صدایش را به همه جهانیان رسوند. یعنی اینقدر این مسئله مهمه هجرت، که میبینیم که به اصطلاح در اینجا هم که گذری خواسته در مورد حضرت محمد صحبت بکنه، بازم برگشته به این نکته تاکید کرده. یا در مورد خودش وقتی امتیازات خودش رو میشماره که آه من کی هستم، میگه فانی ولدت علی الفطره، من بر مبنای فطرت متولد شدم، فطرت انسانی، و سبقت الى الايمان والهجره، اما در ایمان و هجرت بر دیگران پیشی گرفتم. یعنی حتی در ایمان که همه میگن، ولی خودش هجرت را میگه. بعد متاسفانه از هجرت در طول تاریخ همچنان که توضیح دادم به اصطلاح برداشت درستی نشده، حتی نه تنها از طرف به اصطلاح ارتجاع و اینا، نه، از طرف برخی از مسلمان ها هم مثلا برداشت درستی نشده. همچنان که گفتم یک کلمه بسیار پویا و دینامیک برای ایجاد تحول در جامعه میباشه. در واقع مثلا انگار که اون شرایط سخت رو ازش خارج شدن، این برداشت رو کردن، در صورتی که انطباق فعال با شرایط اتفاقا یک دینامیزم و پویایی توش داشت. بله. که شما منظورتون این هست. بله، در طی چند گفتگویی که با شما داشتیم پرداختیم به شیوه زمامداری حضرت علی و ارزش‌هایی رو که در واقع نمایندگی می‌کردن در اسلام انقلابی، خلاف اون چیزی که آخوندها از اسلام ارتجایی به مردم ما نشون میدن. تلاش هم کردیم در طی این چند جلسه تمام سوالاتی رو که بینندگانمون داشتن، چه در اینترنت چه در شبکه‌های اجتماعی برامون فرستادن، رو مطرح بکنیم. امیدوارم که پاسخ لازم رو گرفته باشن. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه و گفتگوها با ما شرکت کردیم. منم از شما تشکر میکنم، همینطور از هممیهنان عزیزمون و کسانی که سوالاتی را مطرح کردن، و برای من فرصت بسیار خوبی بود که تونستم با هممیهنان عزیزم صحبت بکنم و
برای شما آرزوی خیر و سعادت میکنم و البته بالاترین سعادت انشاءالله با سرنگونی این رژیم به اصطلاح به دست خواهد اومد و از خدا برای شما توفیق مسئلت دارم و امیدوارم که طاعات و اطاعات شما مورد قبول خدا باشد. من هم از همه شما بینندگان عزیز که در این گفتگوها با ما همراهی کردین بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که طاعات و عبادات شما و نماز و روزتون در ماه رمضان مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. با تشکر، خدا نگهدار.